پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از حکومت تازه در افغانستان، حالا امارت اسلامی میگوید برای حل چالش‌های اختلافی در حکومت نیاز است تا نشست مشورتی عالمان دینی را در کشور برگزار کنند. ذبیح‌الله مجاهد هرچند در مورد زمان و شمار اشتراک کنندگان این نشست جزئیات نمی‌دهد، اما میگوید در این نشست افزون بر مسائل دیگر درباره حقوق زنان نیز بحث خواهد شد. بعضی مسائلی که حساس است یا اختلافی است یا بعضی مشکلات خود دارد، او جمله مسائل خانوما است و همچنان مسائل دیگری هم در اینجا میشه زیر بحث قرار بگیره، به علما محول میشه که علما تصمیم نهایی خود را بگیره، به امارت اسلامی افغانستان فیصله نهایی خود را بده تا امارت بتانه در روشنی و هدایات علما تصمیم گیری بعدی خود را بگیره. در همین حال مدافعان حقوق بانوان با ابراز نگرانی از اوضاع کنونی زنان و دختران در افغانستان تاکید می‌ورزند که در این نشست باید نماینده از عالمان دینی زن نیز دعوت شوند. بدون حضور زنان من فکر می‌کنم تصمیمی که در این شورا گرفته میشه ناقص است و نمی‌تونه که جنبه اجرایی داشته باشه. اگر باز هم در این جلسه توجه بر زنان شود و توجه به خواسته های زنان شود و همیشه در قالب یک شعار بمانه، من مطمئن هستم که بحران بیشترتر و بیشترتر در کشور می‌سازد. شمار از آگاهان مسائل سیاسی برگزاری همچون نشست ها را در اوضاع کنونی کشور مهم می دانند و تاکید می ورزند که حکومت باید برای حل چالش ها در حکومت با همه جناح ها مشوره کنند. مشکل افغانستان مشکل یا مسائل دینی نیست. مشکل اساسی ما نبود یک نظام جوابگو برای امروز و فردا است. اگر طالب ها نشست های چنین را انجام بده تا برای خود مشروعیت را شناسایی بکنند، من فکر نمی‌کنم که نه مؤثر برای طالب‌ها خواهد بود، نه برای جامعه افغانستان و نه برای سیاست آینده افغانستان. ما از هر حرکتی که میدان مشورت و تصمیم گیری را وسیع‌تر و مردمی‌تر بسازد استقبال می‌کنیم. این در حال است که با سقوط حکومت پیشین، امارت اسلامی همواره به علت آنچه نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها گفته می‌شود از سوی جامعه جهانی متهم شده.